با عرض سلام و عرض و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان مهربون که کوچه خاطره ها رو دارین دنبال میکنین، امروز هم افتخار این نصیب ما شد که در خدمت یکی دیگه از پیشکسوتان هنر کشور عزیزمون باشیم. بله، امروز در خدمت جناب آقای بامداد جویباری هستیم. میخواییم امروز در خدمت آقای بامداد عزیز باشیم تا کمی شما بینندگان عزیز که از ترانه‌های خوب خواننده‌های عزیزمون که خاطره دارید تا بتونیم خاطره‌های شما رو زنده کنیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز بامداد جویباری عزیز. شما به بینندگان ما کار ندارید. به نام دوست که عشق آفرید و زیبایی، به نام یار که می‌خواندم به شیدایی، به نام یزدان پاک که هر چه داریم از لطف و بزرگواری و مهربانی اوست. بنده بامداد جویباری، شاعر ترانه‌سرا و غزل سرای هستم که در خدمت دوستان با کارهای ناقابل همیشه در صدد شورآفرینی بزم دلهای مردم صاحب دل و فرهیخته خودمون بودیم. خب جناب بامداد عزیز، بفرمایید که بذار از تولدت شروع کنیم. بحبه. آقای بامداد کجا به دنیا اومدن؟ کجا بزرگ شدن؟ و میخوام بدونم که نوجوانیشو در کدوم محل گذرونده؟ عرض کنم که در دیباچه کتاب جویبار عمر که قسمتی از یعنی برگزیدی از ترانه ها، نه ترانه های اجرا شده بلکه غزل ها، قصاید، قطعات و انواع دیگه شعر بنده هست، در ابتداش من این رو عنوان کردم، قسمتش رو خدمتتون میخونم. بله. در مورد تولدمه. تولد. شب گواهی روشن است، تیرماهی نیزبار، نیزبار از یورش گرمای تابستانه بود، تیرماه 1324، اژدهای تیرگی صد پاره شد در پنجه دیو سپید، بامداد آمد پدید. بله، درود بر شما. ما امروز هر سوالی که از خدمت آقای بامداد داشته باشیم مطمئناً با شعر میخواد جواب بده. خب بامداد عزیز، چند تا خواهر برادر هستن؟ چندمین فرزند خانواده هستن؟ عرض کنم که سه برادریم و سه خواهر. اونا هم شعر میگن؟ والا اونها هم این یکی از پسرای من آقای مهندس آرمین بامدادیان، ایشون هم البته به اونجا نرسیدیم، من از خواهر و برادر رو سوال کردم. بله. بعد میرسیم به فرزندان خود آقای جویباری. بله. عرض کنم که سه برادر و سه خواهر هستیم. نه، هیچ کدوم تو کار هنر شاعر نیستن، تو کار هنر هم نیستن. فقط پدرم طبع شعری داشت به دلیل اینکه سواد آنچنانی نداشت، ولی سرشار از یه ذوق شاعرانه بود، ولی شعری از خودش نداشت. خب شما شعر گفتن رو از پدر ارث بردین؟ نه خیر، از هیچ کس. از هیچ کس. شاید نمیدونم از کی، شاید لطف خداوند بود. خب حاصل ازدواج آقای جویباری چیه؟ بله، دو، یعنی سه فرزند. بله. دو پسر، یک دختر. خب اونا تو کار هنر هستن؟ بله، تقریبا همشون. پسر بزرگم که آرش هست، آهنگساز، خواننده است. پس فرزندان شما هم در کار هنر زحمت میکشن و به این آب خاک خدمت میکنن. آقای جویباری برگردیم، چون نام برنامه ما کوچه خاطره ها، ما هرچی از قدیم ها داریم میخواییم رو کنیم و خاطره این دوستان رو زنده کنیم. آقای بامداد چند ساله بودن که شعر گفتن؟ والا همین که دیگران هم چون اغلب خب مشهورن، هنوز تشریف دارن، عرض میکنم که از ده سالگی. از ده سالگی؟ بله. روز بعثت بود، یادمه، با یه قطعه چوب بر روی زمین نوشته بودم
امروز بود روز خجسته به چه نامی؟ از نام جلیل و صفت خاص محمد لازم. و این بیت رو من اولین بیت زندگیم بود. خودم مثلا صفت خاص رو انچنان نمیفهمیدم. بعد البته یه غزلی هم در همون سال دهم دارم، در کتابم ذکر کردم که این رو در 10 سالگی خیلی جاهاشون خودم از معنیش عاجز بودم از در بیانش. بله. چون نمیتونستم بیان کنم. ظاهرا حالا هرچی لطف خداوند هر طریقی بوده به این صورت و من غزل چند تا غزل در همون 10، 11 و 12 سالگی که بعد ترانه‌سرایی شروع شد. خب شما با خیلی از خواننده های نامی کشور ما همکاری داشتید، خیلی از آهنگ هایی که خب مردم عزیز ما همه خواننده ها رو میشناسن، شاید الان بامداد جویباری برای اولین بار مثلا خیلی از عزیزان ما ببینن و براشون تعجب بشه. خیلی از آهنگ هایی که شعرهایی که شما گفتی چیز بوده، به اصطلاح خاطر ساز بوده، مثل آهنگی که برای خانم مهستی ساختید یا آقای معین یا شادروان هایده و خیلی از آهنگهای دیگه ساختید و مردم ازشون خاطره دارن. یه مقدار راجع به این خواننده هایی که باشون کار کردید توضیح بدید. عرض کنم که خواننده که ماشاءالله تعدادشون هم زیاد بود، بسیاری بودن که اینها خواننده بودند و من با اینها کار کردم. قسمتی بودن که نخیر، من با ایشون شروع کردم و قرارداد دارم، مثل مرحوم آقاسی. و بعضی هم بودن که بعد از انقلاب بود که کاری نداشت. خب ببینید آقای جویباری عزیز، یه خواننده میاد 50 تا آهنگ میخونه. بله. خب 50 تا آهنگ میخونه، یهو یه دونه آهنگ باعث معروف اون خواننده میشه. بله. خیلی از این آهنگا رو من میدونم شما ساختید. خواهش میکنم. به این نتیجه میخواستیم برسیم که اون از این آهنگا اسم ببرید که با کدوم خواننده مثلا با آهنگ شما معروف شدن. بله. عرض کنم که باز همون تو اون دو دسته بندی میریم. بله. خواننده‌ای که خواننده بودن و من کار کردم، البته مثل مرحوم روانبخش. بله. که اولین کار من رو در 14 سالگی خوندنشون در فیلم پیمان دوستی. بله. که امیدوارم قسمتی از فیلم رو پخش بفرمایید. اون موقع هنوز بامداد فیلم پیمان دوستی. بله. متشم بازی کرده بودن آقای مرحوم تابش. بله. و دیگران. عرض کنم که در اونجا آهنگی به نام نفرین با آهنگ استاد بزرگ جناب منفرض‌زاده، بله، ایشون خونده بودن. بعد یه کاری دیگه هم در انتهای کار بود که جناب ایرج خونده بودن. بله. خب اگه شما اجازه بدید بینندگان عزیزم خسته نشن، ما شما رو هم خسته نکنیم، بریم قسمت‌هایی از این فیلمو ببینیم. بله. اسم قشنگ شما رو تو این فیلم ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما هست. در خدمت شما هست. ولی خب ما از تاریخ داریم میایم جلو. به ترتیب که ما اومدیم، بعد یه کار دیگه بود که با آقای ایرج انجام دادیم. ایرج خواجه امیری. بله. عرض کنم که یک آواز بود که خب اون با قانون استاد مصطفی مرادبختی انجام شد. بعد از اون کار کاروان بود، چون معروف شده بود این کار کاروان. در همون زمان من همزمان در تلویزیون ملی ایران یک برنامه داشتیم که چند نفر از هنرمندان بزرگ به ویژه مرحوم واروژان و عرض کنم دوستان دیگه، آقای بابک، شادروان عطابکی، پرویز عطابکی، عرض کنم که این رو میگردوندن به نام زنگوله ها. این برنامه زنگوله ها مصادف با اوائل یعنی انفوان جوانی من بود و خواننده های بسیاری داشتیم. به صورت کور بود، خیلی کم پیش می اومد یه کاری رو یه خواننده نام‌آور به فرض اجرا می کرد، خیلی کم بود. ولی بیشتر 10-15 نفر از خواننده های پسر، 10-15 تا خواننده های دختر بودن. از اون گروه بودن آقای شهرام، پیمان، آقای رسایی، آقای سولی و آقای ارسکان ویگن و خیلی از خواننده های دیگه. از این ور هم خواننده های معروفی بودن، خانم شهره، ارسکانم که جاکلین، آلیس، بلا
و خواننده‌های خانم نلی و دیگران. کارهای زیادی اونجا ساختیم، خصوصا من به چند لهجه می ساختم، لهجات مختلف علاوه بر فارسی، مثل اون کار آرزو گم کرده، امشب آرزو گم کردم من، که بعد هم خانم الهه این رو اجرا کردن. بله عرض کنم که این رو داده به خانم آلیس اجرا کرده بودن. بله این تک خان بود درست. که بعد اون به اون صورت اجرا شد. کارهای مختلفی، زبانهای یعنی لهجه های آذری، کردی، لوری، مشهدی، مازندرانی و اغلب لهجه های متداول در ایران، اقوام بزرگ ایرانی که به اون زمان می ساختم با اینا هم. خب من دردسر زیادی داشتم برای تمرین، برای لهجه ای که به اصطلاح، چون اینا هر کدوم اغلب بچه های تهران بودن و خیلی مشکل بود. برجد این برنامه رو متاسفانه بعد از انقلاب دیگه فراموش شد، ولی شنیدم که تلویزیون فرانسه اون رو خریداری کرد به عنوان فولکلور ناب ایران در اونجا پخش کرد و بعد حالا بچه صورت شد، کاری نداریم. بسیار از کاراش هست، از اون جمله از کار چی که الان صفحش هم اینجا هست، آقای رسایی خونده، چشم سیاه داری قربان شوم من، اینا اول آقای رسایی اجرا کرد. بله شعر بنده است و آهنگش هم افغانیست. درست. قابل توجه جوانان عزیز که اون موقع آقای بامداد وقتی شعر رو شروع کرد و شعر میگفتن و خواننده های عزیز ما که میخوندن، مثل الان نبود، امکانات اینقدر نبود. الان یک رم کوچولو با 3000 تا آهنگ شما میذارین گوش. زمان قدیم این صفحه که ملاحظه میفرمایید این صفحه ها بودن. بعد بله آقای بامداد بیشتر باید توضیح بدن راجع به صفحه و اون زمانی که خواننده های ما خاک صحنه رو میخوردن و زحمت رو اونا کشیدن و راه برای این عزیزان هموار کردن. الان خیلی راحت شده، الان خواننده ها واقعا روزای خوبی رو میبینن. آقای بامداد عزیز، من میخواستم اینو سوال کنم، شما برای این دو خواهری که بین مردم ایران خیلی محبوبیت داشتن، محسی و هایده، زندگی رو شما برای محسی ساختید. راجب این آهنگ اگر امکان داره برای بینندگان عزیز توضیح. چشم خواهش می‌کنم. این آهنگ زندگی جز با تو برا محرومه، اگه نیای کار دلم تمومه، کاری تو کردی که بشه باورم عشقای این زمانه بیدومه. بله حقیقتیه که در این شعر هست و این رو ما با چند تا خواننده تست کردیم، متاسفانه آنچنان یارو نشد تا سرانجام به خانم مستی رسید با گزینش آهنگساز مربوطه و زحماتی که کشیده شد و این کار الحمدلله به بار نشست. حالا غیر از اینها ما کارهایی که از ابتدا، ما تازه یک کار رو گفتیم، عرض کردم خدمت شما. در حقیقت بعد از این که به سال 43 و 44 و همینجوری یواش یواش که جلوتر اومدیم، قبل از 50 بیشتر آثار، شاید حداقل 700-800 ترانه ما تا سال 50 ساختیم. تا سال 50 بعد. بعد اون موقع کاری بود که با مرحوم نعمت الله آقاسی یا نعمت الله آزموده، معروف آقاسی، عرض کنم که با ایشون یه قراردادی بستم و ایشون کارو یک کاری شروع کردم. حقیقت این بود که ما یک کاری برای جناب آقای ناصر مسعودی ساخته بودیم با آهنگ شادروان ناصر تبریزی به نام دختر بلا. بعد چون صفحه دو آهنگ داره، یکی هم پشتش افسانه، افسانه به دلیل اینکه آهنگش تم عربی داشت، اجراش برای آقای مسعودی یه مقداری مشکل بود، تا رسید و به وسیله آقای تبریزی، آقای آسی تشبه برده بودن. اون من اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بودم. بله عرض کنم که منزل بنده و ما این کار رو بهشون دادیم، ایشون اجرا کردن، بسیار خوب اجرا کردن، خصوصا افسانه رو بسیار عالی، یعنی کمتر خواننده داریم که بتونه اونو بخونه غیر از خانم روپرور. عرض کنم که اون کار اجرا شد، منتها یه فروش خوبی کرد، خیلی خوب، به دلیل اینکه اون که از دالی میفرمید اون موقع مشکل بود، من یه جمله معترضه عرض کنم.
که صفحه یعنی اون موقع سرمایه گذاری خیلی مشکل بود، به این صورت نبود که به فرض الان یه سی دی تو خونه هم ضبط بکنید بعد هر جا دلت خواست مثلا پخشم بکنید، که این کار البته غلطه به دلیل اینکه اینجا جلوی اطلاع موسیقی گرفته میشه و هر فردی که ناباب این کار هست و این کار در توانش نیست وارد این هیتی میشه، تجربه اشکال نداره، برجت آزمایش اشکال نداره، خود آزمایی هم اشکال نداره، ولی دلیل نیست که شما به عنوان نهایت کارتون، نهایت موسیقی ایرانی به فرض بیاین ترانه ها و کارهایی رو اجرا بکنید که اون باعث سرشکستگی موسیقی بشه. و این موسیقی مردمی موسیقی بوده که چندین بار بنده در مصاحبه‌های مختلف عرض کردم به عنوان کوچه و بازار که همون که خداست، یعنی بیان خداست، خدا در کوچه و بازار و در هر جا هست و بیان مردمی و موسیقی کوچه و بازار چیزی بود که اصلا صدا سیمای اون زمان رادیو تلویزیون ملی و هر یا حتی وزارت فرهنگ و هنر سابق توان رویاروی مقابله با کارهای مردمی رو نداشتن. یعنی وقتی ما یه اثری رو ایجاد میکردیم به فرض من کار مثلا مروبادیگری رو آقای آقاسی خوندن بعد از این کار اولشون هیچ که نمیدونه که اون کار اول آقاسی چی بوده جز بنده که باش کار میکردم از ابتدا. مروبادیگری دل شده یه کاسه خون، بله عرض کنم این کار رو وقتی ما دادیم اون موقع حدود 1,000,000 صفحه فروش کرد، ولی یکی از ترانه‌های ماندگار شادروان آقاسی حساب. خب البته کارهاشو به دلیل مثل بت‌پرست کارهایی که دیگه ای که من برایشون زیاد ساختم برایشون و هم با اقبال مردم فریفتو هنردوست ما مواجه شده و الحمدلله و ما هم به وسیله همین پشتگرمی ها و این معاذدت هاست که کارمون ادامه دادیم، برای مردم کار کردیم و مذاق مردم، چیزی که مردم میخواستن، احساسات و عواطف مردم رو در نظر گرفتیم، هر چیزی که دیگران طلب میکردن و نه عاجز از گفتنش بلکه راه گفتنش رو نمیدونستن، ما اینا رو بیان کردیم، شیک و زیبا کردیم، وزن افائیل بهش دادیم، موزون کردیم، تحویل خودشون دادیم و بدین دلیل شد که اینا پذیرفتن. اگر کارهایی مثل بت پرست، با تو قهرم، مرو با دیگری، عرض کنم واویلا لیلی، انتظار، قول و قرار، آشتی، دختر این شهر، نمیدونم فلان، هزار کاری که برای مرحوم آقاسی ساختم همه با استقبال فراوان مواجه شد. در صورتی که همزمان با مرحوم سوسن مثل کار خدا نگهدار من دادن مثلا اونقدر اونجور یا همینجور در همین راستا و در همون بینابین با آقای عباس قادری، شاید به اینکه خودشون بیشتر در جریان هستن کارهایی که خوندن، حدود 100 ترانه از بنده خوندن، معروفترینشون کار بی خداحافظی، دختر چه قشنگی و بسیار کارهای دیگه هست دیگه، کار خیلی خوب با صدای قشنگ و گرم و دلنشین. و همینجور آقای یساری، بله کارهای زیادی، مخصوصا حرف حق تلخه، ولی مواردی که اینا مال اون زمان بود و در راستای همزمانی عرض میکنم. این آلبوم آخر آقای یساری هم فکر کنم شما حتی یه دکلمه داشتید توی یکی از آهنگاش، بله میسوزم و میسازم و بله عرض کنم که خب همزمان اون زمان با آقای ایرج یعنی وقتی کار این مرحوم آقاسی به اون درجه از اطلاع و اقبال مردم مواجه شد، کاری به آقای ایرج دادم، پیرهن صورتی دل منو برد. این کار اون وقت از یک کمپانی دیگه، آقای چمن آرا، اون یکی کمپانی رشاد. خب اینا مقابل هم ولی با فروش سرشار و استقبال مردم مواجه شد. پیرن صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو، هممو نخوردی،
نشون به اون نشون یادت گل سرخی روی موهات نشوندی گفتی من میرم الان زودی برمیگردم گفتی من میام اون وقت باهات هم سر میگردم این قسمت های زیر 50 آقای حسن نصیری آهنگ معروف کلبه غم بی رخ تو شبها چه کنم که معروف چندین خواننده‌ام این رو بازخوانی کردن یکی دو نفرشون تقریبا نه از عهده تمام بر اومده باشن ولی بقیه سیامشقایی کردن و عرضم به حضورتون که خواننده های دیگه بودن خصوصا مرحوم سقایی بله که این کار منوچهر نخیر آقای سخاییه سخایی بله بله بل. آقای سقایی رضا سقایی لوری بله بل. لوری بل. میخوندن بله کارهای زیادی بهشون دادیم بل. ما عرض کنم مثل کار شب جمعه کرسس فلان بعد یا کار شاهزاده محمد یا زندگی لوری اون زندگی که بعد از روی محتوای شعری ما حالا جای گله نیست ولی اومدن با پس و پیش کلمات و مفاهیم اومدن همون رو به نام کسای دیگه به دلیل اینکه اون موقع ما واقعا مظلوم واقع شده بودیم بل. یعنی همه اینهایی که در به عنوان هنر مظلوم واقع شدن غیر از این حتی خواننده ها مظلوم واقع شده بودن بل. یعنی ستمکش هنری بودن به دلیل اینکه یک عده راه رادیو و تلویزیون رو بسته بودن مونوپول خودشون کرده بودن و بسیاری از همینایی که الان داعیه فلان دارن و حتی داد ستمگریشون به فلک رسیده یا بسیاری انتقادات دیگه ای دارن هرگز این چنین نبودن من آنچه که گویم از همانم هستم اما تو چنان که مینمایی هستی شما در اون دوری که آقای فلان که هست که غزل سرای توانایی هم هست آقای فلان فلان در شورای موسیقی یا شورای شعر بودن بسیار بد عمل کردن بسیار بد عمل ممکنه 4 تا کار زیبا ساختن 1000 کار زیبا ساختن ولی جلوی اشاعه موسیقی رو گرفتن اونایی که به صورت خودجوش یک گلی در یک جنگلی هست که در گلخونه های دنیا پیدا نمیشه ممکنه به رنگش بتونی اونجوری در بیاری ولی اون عطربو رو نخواهد داشت همین هم بود خواننده هایی که در کوچه و بازار بودن اون خواننده ها توان مقابله با اینا رو نداشتن و همچنین شاعران همینجور نوازنده ها ملودی سازایی که ما داشتیم در خصوصا لاله‌زار و به دلیل تجمع تئاترها و محلهای کنسرت و غیر ذلک به این دلیل عرض میکنم لاله‌زار و اینها برگ زیاد روشنی ندارن بله. متاسفانه و گرچه من چند تا از این آقایون رو که الان در دوران کهولت هستن و بیمارم هستن گله ای هم کردم ولی خب حالا به جد فایده ای نداره بله. اصلی اون موقعی بود که اون موقع میباید در پرورش این نوع هنرها این نوع زاینده های هنری اینایی که صاحب فکر خوش ملودی های شیرین ملودی های زیبا بودن اینا رو تقویت میکردن بله. آقای بامداد عزیز ما خیلی زیبا صحبت میکنن خیلی شیرین صحبت میکنن و ما لذت میبریم امیدواریم شما بینندگان هم لذت برده باشید آقای بامداد یک اندوخته است از هنر سالها زحمت کشیده بر خواننده های خوب کشور ما شعر گفته میخوام بدونم آقای بامداد این اندوخته خودشو در اختیار جوانان میخواد بذاره که جوانان مثل بامداد دیگری باشن یا همونجور تو خودش میخواد نگر داره همیشه اعلام کردم هر کسی حتی بچه تازه به زبون اومده بله اگه دو کلمه مقفا میگه موزون میگه من حاضرم برای پرورشش همیشه این کانون ترانه‌سرایان و غیره به دلیل اینکه وقت آنچنانی ندارم که خدمتشون برسم ولی اعلام کردم و خیلی هم تشویق آوردن راهنمایی کردم و افتخار میکنم مباهات میکنم در این که در این سرزمین درجه ترانه به جایی برسه که زبان زده
به قول معروف آنوری ها شود. بله، من از آهنگ، از شعری که به خانم همیرا دادید، از شعری که به خانم همیرا دادید، عطر شکوفه داری، خیلی خاطره دارم آقای بامداد. مهربونت قشنگه، مهربونت قشنگه. من میخوام یه آهنگی رو شما خودتون انتخاب کنین که شعرش خودتون گفته باشین. بله بله. بعد اینو بریم الان به اتفاق دوستان و شما ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم. خودم آهنگو انتخاب میکنین؟ آهنگ که فراوان هست ولی نه، یکی که چی میگن ملت رو مثل یه انقلابی باشه که مردم رو تکون داده باشه. بت پرست آقاستی، بت پرست آقاستی رو میبینیم، برمیگردیم. خیلی متشکر، خواهش میکنم. لذت بردیم از این شعری که گفته بودید و شادروان آقاسی به چه زیبایی اجرا کردند و آهنگش چقدر قشنگ بود، به دل همه ما نشست. روح آقاسی شاد، یادش که همیشه در قلب ماست، خودش همیشه در قلب ماست. خدا بیاموزد. با اخلاق خوش، بله واقعا بسیار خواننده فهیم و فرهیخته‌ای بود. بله، خدا بیاموزد، روح شاد باشه. جناب آقای جویباری عزیز، میخواستم راجع به شعر از شما بپرسم. میخواستم بدونم که وقتی به شما شعری رو سفارش میدادن، حالا هر خواننده‌ای، هر آهنگسازی، شعر هم راجع به مبلغش چقدر قیمت داشت، همین که چقدر طول میکشید. میخواستم بدونم که آقای بامداد از اون شعرهای یک شبه هم ساخت یا نه. یک شبه که خیلی طولانیه. من ما در برنامه زنگوله ها دستندرکاران و خواننده ها گواهن که بسیاری از آهنگ ها یونانی یا به هر جهت جاز بود، خواننده ایتالیا یا جای دیگه بود، یه دست سری به دست گوشش میکشیدن و یه حالی ایرانی بهش میدادن و بعد این رو ملودی سازی میکردن در حقیقت. و بسیاری شده بود که بنده مثلا آقای منفرد یه آهنگ می ساخت، مشغول ساخت آهنگ بود، من شروع می کردم به گفتن شعر. در همین موقع آقای پرویز عطابکی تو اتاق دیگه با پیانو یه آهنگ دیگه ای مثلا محلی داشت می ساخت، می رفتم اونجا دو بیت اونو می گفتم، یا یه بیت یا دو بیت یا سه بیت اون رو، و همینجور همزمان گفته می شد یک دونه یا دوتا شعر در آن واحد من می ساختم. به این صورت بود. همچنان که مثلا ما با خانم اهدیه از نوادر خوانندگان بود در اجرا و یادگیری، و ایشون من به فرض 10 ترانه رو در 2 ضبط نهایی می کردن ایشون. یعنی قدرت این تنها، فکر نکنید که من شعر سری میگفتم. و بسیاری هم بود که مضمون داشت، اونایی که فیلم بود خب مورد دیگه بود. یه مشتم من لیپسینگ کار میکردم، لیپسینگ به این دلیلی که حالت مثلا فیلم خارجیه، امریکایی، اروپایی، هر جای دیگه، بعد این خواننده خارجی یه آهنگی داشت میخوند، من روی لب ایشون شعر میگفتم، روی حرکت لبها شعر میگفتم. وقتی این شعر اجرا میشد شما اصلا مات میشدی، یعنی مثلا جان وین داره فارسی میخونه چیزیه، یعنی لیپسینگ به این دلیل، یعنی حرکت لبها. من به اون تنها کسی بودم که این کار میکردم، و یعنی اصلا کارگردان ها
اصلا مات مونده بودن که تو دوبله و این صحبت ها این کار رو که انجام میکردن میدادن، اصلا فکر نمیکردن این کار شدنی باشه. که من این نظر رو دادم، فکر کنم به مرحوم میناسیان بود. بله. راجع به مبلغ قیمت به خاطر اینکه میخوام به یه سوال برسم. بله خواهش اینو سوال کردم، میخوام بدونم که آقای جویباری این شعر گفتن حرفه اصلیشونه یا در کنار شغلشون شعرم میگن؟ خب به این میخوام برسم، اول قیمت رو برمتون. البته ما به قیمت شعر نمیگیم، شعرهای شما ولی قیمت نه اصلا، خواهش میکنم شما لطف دارین خواهش. ولی ما یعنی حساب نمیکنیم که اگر شما مثلا فلان قد پول بدیم ما شعر بهتر میگیم، بهتر بدتر نداره. حس و توانایی اون شاعره که چی باید بگه. خب اون دیگه دقایقی داره، حال آهنگ، مقام آهنگ، حسی که درش هست، ریتم آهنگ که چی کلماتی رو میخواد، چی کلماتی در التزام داره و باید انجام بده. اینا مقوله ابتداشه و در درجه اول شاعر اهمیت اسم و موقعیت خودش فکر میکنه که این کار زیبا بشه. اصلا کی میخونم زیاد مسئله نیست، گرچه مرد خوندن و زن خوندن رو از ابتدا هم ما در نظر میگرفتیم، ولی از این قسمت که بگذریم به این میرسیم که شاعر به خاطر نام خودش یه کار رو زیبا میآفرینه در حقیقت، ولی به خاطر گذران زندگی. ما از من از 50 تومن گرفتم، 50 تا تک تومنی. بله که البته اون موقع حالا من نمیخوام موردی بگم ولی خب همه جور بود، ولی از 50 به بالا نبود دیگه. بله من 50 تومن میگرفتم، بعدها دیگه 100 تومن شد و 150 و 300 و 500 و 1000 و بعد از انقلاب 500 رسید به تا علاقه رو نهایه. بله الان که تقدیم میکنیم اصلا احتیاج به زنده قیمتش باشه. نیست، ولی این که فرمودید نه من، دیگران هم، یعنی اصلا این حرکت شعر بود. بله. قیمتی بود که هر کی زندگیشو باید بگذرونه. در درجه اول قبل از انقلاب کار ما فقط صرفا ترانه سرایی بود، ولی بعد از انقلاب به دلایل اینکه به نوشتن کتب، آثار تحقیقی و متون تحقیقی و پژوهشی پرداختم، کارهای فراوانی انجام دادم. یکیش کار اولین بار شاهنامه فردوسی رو خلاصه کردم، نه انتخاب کرده باشم، یعنی تنها کاری که من کردم خلاصه شاهنامه فردوسیه که مقدمه چند جام به عنوان فردوسی شناسی تدریس میشه و تصحیح دیوان شمس 2000 صفحه است که غزلیات مولاناست. بعد عرض کنم که و کتاب های دیگه، تحقیقات دیگه ای که فراوان، دیوان امیر پازاواری که الان زیر چاپ 1500 صفحه است، تصحیح دیوان بهار شروانیه، لغات جعلی در ادبیات فارسیه، در زبان فارسی هست، اونا رو جدا کردم. البته چون یکی از اساتید من مرحوم استاد پور داوود و استاد فروشی بودن و زبانهای باستانی چون خوندم، اوستایی و پهلوی و زبانهای ایرانی فارسی دری، عرض کنم که اینی که مشتاق این کارها شدم و چون تحصیلاتی هم در این رشته در دانشگاه تهران کردم ادامه دادم، الان هم سرگرم تحقیقم. دیریست می نخورده و تقصیر کرده ایم، خود را به کوی میکده تحقیر کرده ایم. چون رمز آب تلخ ندانست زاب نوش، دل را سزای سیلی تکفیر کرده ایم. یاران چه عاشقانه به منزل رسیدند، تنها در این میان من و تو دیر کرده ایم. بازار عشق بود و متاعی به نقد جان، خود را در این معامله درگیر کرده ایم. امروز راز عشق
گرفتیم کام دل، فردای خود حواله به تقدیر کرده ایم. گر وعدم به گوردهی جای شکوه نیست، دل را نصب برای هوس پیر کرده ایم. انسان که رفته ایم به دعوی پی رقیب، گویی که دست در دهن شیر کرده ایم. رسم ادب مجوی ز نوجامگان شهر، ما جامه ژنده از پی تدبیر کرده ایم. با شیخ و بامداد و فقیهیم در نماز، در حق ما که گفت که تزویر کرده ایم؟ در حق ما که گفت که تزویر کرده ایم؟ خب جویبای عزیز، ما خسته نشدین که حسابی، ما امروز خستتون کردیم. هنوز اولش خسته، اولش استراب مکن. خب شاعرها خوب میگن، چشم زیاد داری رو علکی نگفته که. بله بله. خب استاد بزرگوار، میخواستم اون خواننده هایی که کار کردی، بله، به خاطر اینکه خاطره مردم عزیز زنده بشه و اسمی هم از این عزیزان برده باشیم، بله، اینا رو اگر امکان داره خیلی خلاصه و مفید. بله چشم. اگر عرض کنم که اولا عرض کنم، بله، که من چون صحبت کتاب ها بود، یه کتاب مثلا، البته این چون نایاب امسال مجددن چاپ میشه، کتاب جویبار عمر، مجموعه ای از غزلیات منه. عرض کنم که حدود 50 غزل و بقیه هم چند تا قصیده و اینا هست و بله. بعد این البته امسال کامل چاپ میشه در چندین صفحه. بازار هست، مردم میتونه تهیه کنه. نایاب اصلا نایاب وجود نداره، بله، ولی انشالله خدمتون، انشالله جدید چاپ میکنیم، خدمتون تقدیم میکنیم. مهم اینه که ما ترانه ها رو الان دارم جمع آوری میکنم، انشالله با اسم باغ ترانه، بله، در 4 جلد اگر موفق بشم همه ترانه ها ما گیر بیارم، الان حدود 1000 ترانه آماده و تایپ شده است و تصحیح شده است، آماده است. بقیه هم همینجور خورد خورد گیر بیارم منتشر میکنم انشاءالله، به خاطر اینکه مردم، یعنی واقعا میبینم اینقدر اظهار لطف و بزرگواری دارن، مردم خوبی دارن، در انتظار چاپ ترانه های ما هستن، بله، و به اینا بشارت میدم، باعث افتخار منه که کارهای مسودات منو و اجد سیامشقای ما رو تحویل مردم بدیم که متعلق به خودشونه، تمام مفاهیم و مزامین متعلق به همین مردمه که ما برایشون مجددن تقدیم میکنیم انشاءالله. حالا هر خواننده ای که اسم میبریم، یکی از آهنگایی که خیلی ماندگار و به دل مردم نشسته هم اسم میبریم، مثلا آقای معین. بله، آقای معین کار آرزو داشتم، آرزو داشتم، بله، البته بت پرستم مجددن ایشون اجرا فرمودن، بله، بسیار قشنگ، کارهای خوب شماست، بله، خواهش میکنم، از صدای خوب ایشونه، بله. بعد عرض کنم که آرزو داشتم بود، این بود، بله. بعد یه کار جدیدی هم از کارهای قدیم دارن اجرا، بله، میکنن، ولی چون اجرا نشده هنوز من اسم نمیبرم، بله. آقای علی نظری بودن، بله، که کارهای زیادی با ایشون ساختیم، آقای امان الله تاجیک، بله، بعد کار خوزستان و به یاد خوزستان و کارهای دیگه ساختیم، آقای عرض کنم که حسن سبا، بله، آقای سبا دیگه عاشق نمیشم، عاشقی در سر داره، اون خواننده، بله، بله، این کارها از خانم های محترم، خانم گیتا، بله، خانم آزیتا، بله، و سرآمدشون خانم اهدیه، بله، که من حدود فکر کنم نزدیک به 50 کار بهشون دادم. خب یه مقدار مناسبت فیلمی و غیر و ذالک بود،
مقدار دیگه هم به صورت آزاد بود که خدمتشون تقدیم کردیم. آقای محمد ایرانمنش هستن، از خواننده‌های خوب سبک آقای جویلی میخوندن، بسیار شیوا و قشنگ میخوندن. آقای سقایی رو که عرض کردم و عرض کنم که آقای یساری و قادری و جناب آقای محمد جمیل، بله آقای جمیل از خواننده‌های بسیار خوب بودن که ایشون کارهای این چنین خوندن. اینا مال قبل از انقلاب، بسیار خواننده‌های دیگه هستن که الان بله بعد از انقلاب دیگه شاید فراوان‌تر باشه دوباره کار ما، البته با چندین سال وقفه در کار ترانه، به دلیل اینکه خب برجت هنوز کشور اون قوام اصلی رو پیدا نکرده بود، بعدن مفاهیم ها سر جا خودش نشست و همینجور هنر هم به حرکت در اومد و همینجور کار ترانه و ما سرودسازی رو از مرکز موسیقی صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران شروع کردیم، اشعار فراوانی، سرود فراوانی ساختیم. بعدم که آقای معلم مدیر کل اونجا بودن که کارمون خیلی بیشتر و شدیدتر و زیر نظر استاد بوده، بعد ما خواننده های فراوانی در اینجا برجت هم جدید آوردیم، هم با خواننده هایی که مثل آقای عباس بهادری خواننده ای بودن که بعد ما یه کار کاست باشون کار کردیم، ولی خواننده هایی مثل آقای امیر تاجیک که من کار کردم باشون ترانه‌های شاید چندین ترانه کار به یاد خرمشهرشون بسیار معروفه، بوسه بزن به دستی که گل نشونده در باغ، بله اون شعر بسیار معروفه. آقای ریباریز، خواننده های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو چطور میبینی؟ اجازه بدید بعد ما این خواننده هایی که آوردیم رو عرض میکنم، ایشون بودن، آقای عصار که چند کار خونده بودن، بعد یک کار، البته یک کار خونده بودن، بعد با آقای شادمر یه کار دو صدایه دادیم به نام باغ زندگی. زندگی باغ بزرگ پر از گلای تازه، هر کسی یه باغچه از عشق واسه دلش میسازه. بعد دو صدایه آقای شادمر خوندن، یه کارم به چند کار به آقای شادمر دادم، اولین کار ایشون بود به نام معبود یا دیدار. اگر روزی رسد دستم به دامانت، کنم جانم جان را به قربانت، ولی بی لطف و احسانت چگونه، شوم ناخوانده مهمانت چگونه. تو معبود منی، بگذار داد از دل بگیرم، پناهم ده که در سقف حرم منزل بگیرم. بله این کار آقای شادمر بود، همینجور کار آقای محمود جهان از خواننده‌های محلی اینجا که کار قبل از انقلاب اینا رو بازسازی به نام فانوس بندر، یکی از کاست‌های بسیار پرفروش، بله ایشون این کار بود. بعد عرض کنم که آقای قاسم افشار همینجور، بعد عرض کنم که آقای تاجیکی که عرض کردم کارهای زیادی دادیم، کارهای بسیار قشنگ، صدای شیفته و گرم. و جز کارهای چند سال قبلمون آقای پرویز طاهری تا تو برگردی که معروف خاصام هست، آره تا تو برگردی، خب حالا این مشخصش جواب سوال من که خواننده های قبل انقلاب بعد از انقلاب خب چطور؟ انقلاب بعد از انقلاب یه مقداری باز هم خب خلاصه همیشه مثلا اولا یک کمی فیلترش محکمتره چون نوعه دیگه، فیلتر نوعه بهتر کار میکنه. بله عرض کنم که یه مقداری مشکلتره. بعد ابتدا که خب سرود بود، انتظاری نمیرفت، ولی بعد که به صورت این که پاپ و مسائل سنتی و غیر ذالک قوام گرفت و رواج گرفت و حرکت افتاد، اون وقت یه مشت خواننده های خوب از قبل از انقلاب بودن اومدن، بعد این دیگه تشفا وردن بودن، ولی به نسبه به دلیل کارنامه‌ای که خواننده های قبل از انقلاب دارن و با بعد از انقلاب بخوایم مقایسه کنیم، هنوز به پای قبل از انقلاب نمیرسن. با اون امکانات و بله. با اون چیزی با که اون امکانات با اون امکانات بسیار کم، نوازنده های بسیار کم، الان ماشاءالله در هر خونه یکی دو تا نوازنده هست، نوازنده هست بله به فرض همین تو خونه خود ما دو تا نوازنده برای اینکه ورجات بچه‌ها ساز میزنن و خب کار هنری میکنن. اینقدر آقای جویباری عزیز شیرین صحبت میکنن، همینطور که در برنامه اعلام کردم، عرض کردم خدمتون، ما سیر نمیشیم، ولی دیگه تایم برنامه ما یه طوریه که باید از حضور جناب آقای جویباری خداحافظی کنیم. حرف آخر، من
حرف آخر و کار آخر شاید کار آخر. یکی از کارهایی که به وسیله دوتا از پسرام خونده شده و عرض کنم که این رو خدمتون به نام فانی دو نفری هم آهنگسازیش هم تنظیمش با پسر بزرگم آرش هست و با پسر دومم آرمین دوتایی با خوندن و شعر بنده این رو با من اختتام کار ما اجرا میکنیم و به سمع نظر بینندگان محترم که همیشه دلمون در کف احساسات اونهاست و همیشه آماده مضمونیابی و مفهوم تراشی برای وصفها، غمها و شادیهای اونها هستیم، همیشه خودمون رو آماده میدونیم و در اختیار اونها هستیم. امیدواریم که این بضاعت مزجات ما رو پذیرا باشن. با تشکر فراوان، با سپاس فراوان از شما و شبکه محترم و دست‌اندرکاران جناب آقای صادقی و دیگر رفقا حضرت آقای افشار و همه دوستانی که دست‌اندرکار تهیه این برنامه بودن. زنده باشید. خیلی متشکرم که ما رو فراموش نکردید. حالا که سوال ها تموم شده ولی میخوام از دوستان عزیز نام بردید، میخواستم نظرتون رو راجع به برنامه کوچه خاطره ها بپرسم. با مورد استقبال مردم خونگرم ایران قرار گرفته. بله. ما رو همه جا شرمنده میکنن، میگن با اون تلفنایی که به من میشه، من چند روز پیش از شهریار یه خانومی زنگ زد، من دیدم از الان شاهد دارم اینجا که از جون دل داشت دعا میکرد. همیشه این دعای خیر مردم پشت سر این گروه کوچه خاطره هاست. نظرتون راجع به این برنامه من میخواستم سوال کنم، بعد خداحافظی کنیم. این ایده خب 100% یک ایده نویه. و همین که چون خیلی ها گله کرده بودن که بله مثلا حالا دیگران یا ارگان های مختلف کمتر به اینا پرداخته، البته باید در نظر بگیرن که ارگان ها همه خبر ندارن که چه کسایی صاحب آثار بودن، چه کسایی، مگر اینکه خودشون مراجعه بکنن به فرض. و اینجا اومدید شما، این امانت رو شما به دوش گرفتید و با این لطف خودتون باعث تسلی و آرامش دلهای هنرمندان تقریبا گوشه‌گیر شدن. در حقیقت به دلیلی که در صحنه نیستن یا اگر هم هستن آنچنان در جلو دوربین نیستن. اینه که شما محبت فرمودید با تهیه این برنامه و دیگر دست‌اندرکاران محترم اومدین این رو اطلاع دادید و یادی از اینا کردید و هم از اینایی که یاد کردید در حقیقت دیگران هم میدونن چه کسایی باعث ایجاد یک همچنین کار هنری یا این همه کارهای هنری که میشنون کاستاش رو سیدی هاش رو ایناش رو دارن ولی نمیدونن کی ساخته، حتی بعضی خواننده ها هم نمیدونن کیان. ولی شما اینا رو اومدی یکی یکی معرفی کردین و این اجری بالاتر از این حد تصور ما داره. زنده باش. امیدواریم و من به سهم خودم از شما و همه دوستان تشکر میکنم. زنده باشین، درود باشین، انشالله موفق باشین در کارتون و با همین جور با طرح برنامه‌های نوین دیگه به حجت باعث اطلاع موسیقی و ضبط آثار هنری این مرز و بوم باشید. زنده باشید. خداوند یار و نگهدار شما باشه. زنده باشید. خیلی ممنون. خداوند یارتون باشه. تشکر میکنیم از جناب آقای جویباری عزیز که این وقت رو در اختیار ما گذاشت که امروز واقعا زحمت دادیم با بچه های گلش، با دوستای گلش که اینجا در خدمتشون باشیم. بله عزیزان، به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یکی دیگه از برنامه های کوچه خاطره ها اینجا بسته میشه. آیا تموم نمیشه؟ این کوچه خاطره ها خیلی داستان داره. خیلی عزیزانی هستن که از خودشون اثری به جا گذاشتن که شما هنوز نمیدونید کیا هستن. ما باید بریم بگردیم پیدا کنیم این عزیزان رو، جلوی دوربین بیاریم تا بتونیم خاطره شما رو زنده کنیم. امروز هم در خدمت آقای جویباری عزیز بودیم، باعث افتخار ما بودن و هستن. این برنامه هم همینجا داره تموم میشه. ما دلمون نمیاد از شما عزیزان خداحافظی کنیم. من تشکر میکنم از جناب آقای بهمن دشتی‌زاده، این وقت طلایی رو در اختیار من گذاشت تا
تا بتونم برم در خدمت پیشکسوتان عزیز باشم. تشکر میکنم از گروه کوچه خاطره ها که واقعا زحمت میکشن، دونه دونه فرق نمیکنه، چنگیز عزیز، آرش عزیز، آقای صالحی عزیز، آقای افشار عزیز، اینا همه تلاش میکنن تا یک تصویر خوبو به منزل شما بیارن. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تحمل میکنن و این برنامه ما رو میبینن. تشکر میکنم از اون عزیزانی که واقعا با این تلفناشون ما رو شرمنده خودشون میکنن. خیلی تماس میگیرن، دعای خیر میکنن برای این بچه هایی که تو کوچه خاطرها دارن زحمت میکشن. من شماها رو تا شما بینندگان عزیز و گروه کوچه خاطرها رو، هنرمندان پیشکسوت رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شماست. خدا حافظ. خدا هم نگهدار شماست. یا زنده باد.